اینجا لندن است رادیوی بی بی سی ساعت هفت صبح در تهران 8 در کابل افغانستان هشت و نیم در دوشنبه تاجیکستان اینجا لندن است رادیو بی بی سی to keep new cases from entering our shores We will be all from to the for the رئیس جمهوری آمریکا دستور داده همه پروازها از اروپا به کشورش به مدت سی روز لغو شود دونالد ترامپ میگوید اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا ضعیف عمل کرده در ایتالیا از ساعتی پیش نخست وزیر علاوه بر قرنطینه دستور تعطیلی همه مغازه های کشور را صادر کرده در ایران اما رئیس جمهوری میگوید قرنطینه خوبی دارد اما ضررش بیشتر است در میان اوج گرفتن همه اخبار مربوط به کرونا بشنوید که ناگهان حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در عراق صورت گرفته دو آمریکایی یک بریتانیایی کشته شدند همه اینها بعد از شنیدن تازه ترین خبرهای امروز جهان از محمد سباهی تهیه کننده برنامه درود و روز روزگارتون خوش کرونا همچنان در همه گیتی خبرساز است در ایتالیا که بدترین کشور آسیب دیده از کرونا خارج از چین قلم داد می شود همه فروشگاه ها به فروشندگان مواد خوراکی و داروخانه ها به مدت, به مدت دو هفته تعطیل شدند آمار جان باختگان بر اثر بیماری کوید 19 در این کشور تا روز چهارشنبه به بیش از 800 نفر رسید در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ممنوعیت سفر از اروپا به آمریکا را اعلام کرده آقای ترامپ پیش پیشتر سفر از چین و ایران را ممنوع اعلام کرده بود خشایر جنیدی گزارش می دهد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا از نیمه شب جمعه به مدت سی روز سفر از اروپا به آمریکا ممنوع خواهد بود. دونالد ترامپ در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این من شامل کالای تجاری نیز می شود. به گفته آقای ترامپ سفر از بریتانیا به آمریکا ممنوع نخواهد بود و شهروندان آمریکایی که برای ویروس کرونا به دقت آزمایش شده باشند نیز اجازه سفر خواهند داشت. خبرهای جهان را از بی بی سی فارسی می‌شنوید. در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده که تا کنون 354 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان خود را از دست دادند و تا کنون 9000 مورد ابتلا به این ویروس در ایران شناسایی شده. مایکل رایان از مدیران سازمان بهداشت جهانی هم گفته که این سازمان از ایران در مبارزه با کرونا پشتیبانی می‌کند. در خبری دیگر ارتش آمریکا اعلام کرده که سه پرسنل ائتلاف تحت رهبری این کشور در عراق در حمله راکتی به پایگاه تاجی در شمال بغداد پایتخت عراق کشته شدند گروه دیدبان حقوق بشر سوریه هم از حملات هوایی مرگبار به شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران در خاک سوریه خبر داده کامبیز فتایی از واشنگتن گزارش میدهد رسانه های آمریکا میگویند در حمله راکتی به پایگاه تاجی واقع در سی کیلومتری بغداد دو آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی کشته شدند. تعداد زخمی ها هم دوازده نفر اعلام شده که حال پنج نفر آنها وخیم گزارش می شود. گروهی هنوز مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. ساعتی پس از این حادثه گزارش شد که سه جنگنده ناشناس مواضع گروه عراقی هشت شعبی که مورد حمایت ایران است را در خاک سوریه بمباران کردند. حمله ای که بنابر گزارش های مقدماتی حداقل 18 کشته بر جای گذاشته و باز هم کرونا که ورزش و سینما را نیز بی‌نصیب نگذاشته مسابقات بسکتبال NBA در آمریکا به صورت کامل لغو شده و تام هنگس بازیگر نامدار سینما هم به جرگه بیماران کرونایی پیوسته رادیو بی بی سی گوش میکنید. وقتتون به خیر هر جای دنیا که هستید. من ناصر مدنی هستم. در یکی از تازه ترین راهکارها برای مقابله با کووید 19 ویروس جدید کرونا، ساعتی پیش دونالد ترامپ اعلام کرده که برای جلوگیری از ورود موارد جدید ویروس کرونا به آمریکا، تمام سفرها از اروپا به آمریکا را از نیمه شب فردا به مدت یک ماه متوقف میکند. این من شامل حال بریتانیا نمیشود. بر اساس تصمیم جدید رئیس جمهوری آمریکا فقط شهروندان آمریکایی هستند که برای ورود به خاک ایالات متحده مجوز دارند آن هم با دقت باید پیش از ورود آزمایش شوند. آقای ترامپ تادیه اروپا را متهم کرده که برای جلوگیری از ورود این ویروس از چین واکنش سریع از خود نشان نداده. برای دریافت جزئیات بیشتر در این باره همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماسک کامبیز در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید خطاب به مردم چه نکات مهم دیگری مطرح شد. خب مهمترین نکته که میشه گفت که الان در صدر اخبار جهانه من از سفر از اروپا به مدت یک ماه به از در واقع از کشورهای اروپایی به آمریکا که آقای ترامپ اون اعلام کرد گفت یک اقدام جدی و محکم هست اما ضروری و میشه گفت شاید در طی ده چندین دهه گذشته بی سابقه در گذشته سفر از ایران و همینطور چین رو اینها کسانی که به این کشورها رفته بودند رو ممنوع اعلام کرده بودند حالا این رو به اروپا در واقع میشه گفت گسترشش دادن البته این من شامل بریتانیا نمیشه در مورد شهروندان آمریکا و همینطور هم بستگان درجه یک شهروندان آمریکا و همینطور افرادی که کارت سبز آمریکا هم دارند کارت سبز اقامت دائم هم اگر تست رو بدن و اون تست تست کرونا رو به دقت انجام بشه روی اونها و بعد اینها میتونن وارد خاک آمریکا بشن بنابراین این استثناء ها هست در یک مورد دیگر هم آقای ترامپ در نطقش گفت که شامل محموله های تجاری می ولی بعد توییت کرد که نمیشود بنابراین تا به حال اون چیزی که به نظر میرسه بنابر آخرین صحبتی که در شبکه توییتر من سفر و پروازها و مسافرت ها هست نه ورود محموله های تجاری و کالا از اروپا به آمریکا که البته در نوع خودش بی سابق است جالب اینجاست که می‌بینیم بعضی از منتقدان آقای ترامپ دارن واکنش نشون میدن و میگن اینو این کافی نیست میگن به جای اینکه برای یک چنین مواردی تمرکز کنه آقای ترامپ باید میومد و در مورد کمبود اون کیت تجهیزات آزمایش کرونا در آمریکا که جدی هست باید بر اون تمرکز میکرد و برنامه دولت رو مشخص میکرد یک سری تحصیلات داخلی رو هم اعلام کرد از جمله اینکه خواستار دریافت 50 میلیارد دلار دیگر از کنگره شد و همینطور وعده این رو داد که برای کمک به افرادی که بیمار میشن یا تحت قرنطینه قرار میگیرند کمک های مالی رو دولت فدرال اختصاص بده همینطور گفت بیمه درمانی موافقت کردن در آمریکا که افراد رو به خاطر مسئله کرونا و قرنطینه اعتمالی و درمان اون تا تا پوشش درمانی رو به این هم در واقع گسترش بدن ولی میشه گفت مهمترین نکته ای که اعلام کرد مسئله من از سفر از اروپا است که بعد ببینیم حالا واکنش اروپایی ها چه خواهد بود آیا اونها هم محدودیت متقابل رو در نظر خواهند گرفت یا نه به این محدودیت های سفر که اشاره کردی شامل حال فقط اروپا کشورهای اروپایی میشه یا نه مثلا کشورهای آسیایی همچنان میتونن پرواز کنن منظورم اینه که به شکل قرنطینه در آورد کشور رو یا یعنی اینکه نه فقط پروازهای اروپایی است که من شده. نخیر فهرست کشورها تو وزارت بهداشت و در واقع وزارت امنیت داخلی اینجا هم فهرست کشورها رو در بیانیه مشخص کردن از فرانسه و بلژیک بگیرین تا هلند و سایر کشورها هم در این جا عنوان شده منتها پرواز پروازها پروازهای اروپا از حالا شهروندها میتونن های دیگر باشن بخوان از طریق اروپا به آمریکا بیان از این طریق این مست این سفرها رو دارن لغو میکنن به غیر از کشورهای اروپایی که حالا دارن اعلام میکنن و لیست جزئیاتش رو هم در واقع اعلام کردن اسامی این کشورها رو در گذشته البته مسئله ایران و چین مطرح بود که ممنوع شده بود حالا به متحدان اروپایی رو در روش دست گذاشتن که البته شامل تکرار میکنم شامل بریتانیا نمیشه مدتش هم یک ماه هست حالا باید دید که بعد از یک ماه یا این رو تمدید میکنن یا نه یا اصلا تا اون موقع این ویروس در این در واقع این اپیدمی در آمریکا یا مهار خواهد شد یا نه ممنونم از تو کامبیز فتحی خبرنگار بی بی سی در واشنگتن حالا جز آمریکا و خارج از چین ایتالیا در خط مقدم مبارزه با کووید 19 یا همان ویروس جدید کرونا در روزی که اعلام شد در این کشور دویس نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند دولت دستور داده از آغاز روز پنجشنبه همین ساعتی پیش شدیدترین محدودیت ها در سطح شهرها اعمال شود همه مغازه ها بارها رستوران ها از این پس تعطیل و تنها مغازه تهیه مایحتاج ضروری مانند غذا و دارو مجاز به ادامه فعالیت شرکت خواهند بود بیش از دوازده هزار نفر در ایتالیا به کرونا جدید مبتلا شدند و 800 نفر جان خود را از دست دادند در سایر کشورها هم نگرانی از گسترش کووید 19 شدت گرفت از جمله در دانمارک که همه مدارس همه دانشگاه ها تعطیل شده هند ویزای مسافران را تعلیق کرده و بسیاری از کشورها محدودیت هایی برای ورود مسافران به خاک خود اعمال کردند همه اینها بعد از اعلام دیروز دبیر کل سازمان بهداشت جهانی است که گفت کووید 19 به مرحله همهگیری جهانی رسیده خشایر جنیدی گزارش میداد تدروس آتانوم قبریسیوس رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ویروس کرونا در خارج از چین در دو هفته گذشته 13 برابر افزایش یافته به گفته دکتر قبریسیوس سازمان بهداشت جهانی به شدت نگران بیعملی بعضی از کشور هاست. ما اینطور ارزیابی کرده ایم که شیوع کووید 19 را به عنوان یک همهگیری جهانی تعریف کنیم تا کنون شاهد بروز همگیری جهانی ناشی از یک ویروس کرونا نبوده ایم همینطور تا کنون شاهد یک همگیری نبوده ایم که بتوان آن را کنترل کرد شیوع ویروس کرونا در 118 کشور گزارش شده و در مجموع 121 هزار بیمار شناسایی شده اند بیشتر بیماران ساکن چین هستند هرچند این کشور میگوید توانسته شیوع آن را کنترل کند اما در ایتالیا که به کانون شیوع ویروس کرونا در اروپا تبدیل شده جوزپ کنته نخست وزیر این کشور دستور داده تا تمام مشروب فروشی ها، رستوران ها، ها و دیگر کسب و کارهای غیر ضروری تا دو هفته دیگر تعطیل شوند فقط سوپرمارکت‌ها و داروخانه ها مجاز به فعالیت هستند تعداد مبتلایان به ویروس کرونا جدید در ایتالیا به بیشتر از دوازده هزار نفر رسیده و حدود 830 نفر هم جانشان را از دست داده اند. همزمان در دیگر نقاط اروپا موارد جدیدتری گزارش می شود. در بلژیک نخستین بار سه مورد مرگ در اثر ابتلا به این بیماری اعلام شده. در سوئد و ایرلند هم نخستین موارد درگذشته بیماران ویروس کرونا اعلام شده. در دانمارک 514 بیمار شناسایی شده اند و دولت این کشور از تعطیلی همه مدارس و دانشگاه ها خبر داده و اجتماع بیشتر از 100 نفر را ممنوع کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم هشدار داده که تا 70 درصد از جمعیت این کشور یعنی 58 میلیون نفر ممکن است دوچاره این بیماری شوند. مقام های بهداشتی در آمریکا هشدار می دهند که تعداد مبتلایان افزایش خواهد یافت و اوضاع ممکن است بدتر شود این در حالی است که در واشنگتن دی سی مانند 23 ایالت دیگر وضعیت استراری اعلام شده در غرب آمریکا در ایالت واشنگتن که از قانونهای شیوع ویروس کرونا در آمریکاست تجمع بیشتر از 250 نفر ممنوع شده همزمان بسیاری از دانشگاه ها از تعطیلی کلاس درس و برگزاری کلاس مجازی خبر می دهند. خشایار جنیدی گزارش میداد. هم اما در ایران رئیس جمهوری میگوید قرنطینه خوبی دارد. اما ضررش بیشتر است این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیروز فهرستی از چهره های سیاسی ایران را منتشر کرده که یا به کرونا مبتلا شدند یا در اثر پیامدهای این ویروس فوت کردند به گزارش خبرگزاری فارس اظهاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نشست های اخیر هیئت دولت قایب بوده به کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه است در فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نام یک عضو دفتر رهبر ایران چندین عضو کابینه دولت و پنج نماینده مجلس هم به چشم میخورد شمار مبتلایان بر اساس آخرین آمال رسمی اعلام شده به 9000 نفر رسیده همزمان سازمان بهداشت جهانی میگوید پشت ایران ایستاده تا با گسترش ویروس مقابله کند شیدا هوشمندی و این گزارش تب کرونا در ایران فروکش نمی کند بسیاری نگرانند اما زندگی جریان دارد شما باید درس تو خونی خیلی... برای کودکی که مشتاق آموختن است و معلمی که عاشق حرفش برای آنها که به موسیقی پناه میبرند تا به روزهای روشن تفکر فکر کنند. و آنها که جان شیرین را عزیز میدانند کار قشنگ فروشی خدای آقا. یه فروشگاه خدایی آقا دونه فروشگاه اینجوری ببنده دونه دونه ببندن دیگه کمتر میشه شیوه ویروس کرونا آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید تا ظهر چهارشنبه دست کم 9000 نفر مبتلا شدند، 354 نفر جان باخته و 2959 نفر بهبود یافتند. بنابراین آمار شمار جان باختگان طی 24 ساعت 63 نفر بوده که افزایش 21 درصدی را نشان میدهد. سازمان بهداشت جهانی میگوید پشت ایران را خالی نمی کند. 40000 کیت آزمایش کرونا به ایران فرستاده و و این علاوه بر 100 هزار کیتی است که قبلا فرستاده بود. مایکل رایان از مدیران سازمان بهداشت جهانی. امیدواریم نظارت و پشتیبانی پزشکی و درمانی بیشتر شود. هم قطعا در داخل ایران و هم در خارج با حمایت ما و جامعه جهانی. بررسی نسبت شمار مبتلایان هر استان به جمعیت آن نشان می دهد که استانهای قم، مازندران، مرکزی، گیلان و قزوین در بدترین شرایط هستند. اما هنوز از قرنطینه استانها خبری نیست. حسن روحانی امروز بعد از مدت ها سکوت و بعد از آنکه به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول مقابله با ویروس کرونا شد میگوید قرنطینه از لحاظ اجرایی پیچیده است بعضی ها پیشنهاد میکنن میگن که راه این شهر ببندیم و یکی میگه راه اون شهر ببندیم یکی دی میگه دیگه میگه بین یک شهر بزرگ بین شمال و جنوبش ببندیم یکی میگه در شهر بزرگ بین شرق و غرب ببندیم کارایی که ما امروز کامل بحث کردیم یعنی از صبح تا همین دقایق پیش در دولت به طور کامل همه دوستان هم اظهار نظر کردند. تقریبا میتونم بگم اتفاق نظر همه این هست که برخی از چیزایی که گفته میشه در اجرا مشکلات بیشتری رو میآفرینه. ویروس کرونا با خود سردرگمی و اخبار جعلی هم آورده. روزانه در فضای مجازی اطلاعات زیادی درباره روش‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر می‌شود. بسیاری از آنها نادرست است و ممکن است هزینهش جان افراد باشد. خبرگزاری های ایران در روزهای اخیر از مسمومیت الکلی در شش استان ایران خبر دادند که جان ده ها نفر را گرفته. مسمومیت الکلی در ایران اتفاق جدیدی نیست اما بیشتر این افراد تصور می الکل برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا مفید است. در هیاهوی خبری کرونا بسیاری هم نادیده گرفته می شوند. آنهایی که به دلایل معیشتی نمی توانند در خانه بمانند یا شاید اصلا سقفی بالای سر ندارند که زیران پناه بگیرند. شیدا هوشمندی گزارش میداد از تازه ترین. خبرهای مربوط به کرونا در ایران ساعتی پیش اینجا در استودیو از دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه آی سی پرسیدم اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده شیوع ویروس کرونا به مرحله همگیر جهانی رسیده این آیا به این معناست که اوضاع از کنترل کشورهای درگیر با ویروس از جمله ایران خارج شده همیشه این احتمال میرفت تو چند هفته اخیر که این مسئله اعلام بشه و علت این که الان اعلام شده شیوع بیماری در خارج از چین هست ولی این به این معنی نیستش که نحوه کنترل بیماری خیلی تفاوت زیادی خواهد کرد اگر که میفرمایید آیا میشه بیماری را کنترل کرد یا نه جواب این است که میشه همونطور که دیدیم در چین در روزهای اخیر موارد بیماری بسیار کمتر شده و من فکر می‌کنم کشورهایی مثل کره جنوبی هم موفقیت بسیار زیادی داشتن من فکر می‌کنم کره جنوبی بسیار بسیار الگوی خوبی باشه برای ما ما بایستی از کارهایی که دیگران انجام دادند درس بگیریم و سعی کنیم همون ها رو که نتیجه بخش بوده انجام بدهیم حالا اون کاری که چین و کره جنوبی انجام دادن و ایران انجام نداده چی؟ ان... یه مسئله مهم ببینید ما در مورد جداسازی و قرنطینه من چندین هفته است در تلویزیون ایرانی و بسیار صحبت کردم هیچ وقت انجام نشد تو ایران مسئله ای که کره جنوبی خیلی جالب هست در موردش من باسی ذکر بکنم اونها به طور بسیار شدید به تست پر... تست بیماران یا کسایی که مشکوک به بیماری بودن پرداختن و در نتیجه تونستن موارد بیماری رو بسیار زود شناسایی بکنن و اونها رو جدا بکنن و به خاطر همین است که اگر شما به مرگ میر کره جنوبی نگاه کنید نسبت به آمار دنیا بسیار پایین است حدود هفت همه درصد که بسیار پایین تر از بقیه کشور هاست به نظر میاد که پزشکانی که از سطح علمی بسیار, بالا در ایران برخورد هستند در رأس مبارزه با کرونا قرار ندارند و یا اختیاری ندارند این بسید. مسئله بایستی حل بشه و جدا از اون مسئله مردم هست که بایستی بر اساس دانش و خرد برخورد بکنن که اگر خواستید میتونم بیشتر واردش بشم حتما به این موضوع برمیگردیم اما از اون وقتی که این ویروس در موردش صحبت شد اولین بار گفته شد که در ووهان چین مورد اول مشاهده شد همون موقع ها میگفتن که خب اطلاعات دربارش کمه خیلی نمیشه اظهار نظر کرد حالا چی الان که تقریبا دو ماه از اون روزها میگذره اطلاعات بیشتر راجبش به دست اومده میدونیم که چطور میشه قضیه رو کنترل کرد یا اینکه واکسنی برای این ویروس به دست آورد؟ بله همونطور که مستحضر هستید به خاطر اهمیت این موضوع از همون اول رقابت بسیار زیادی بین تمام مراکز تحقیقاتی دنیا وجود داشته گام های موثری و انجام شده در این قضیه حتی نوع جدیدی از واکسن رو برای اولین بار در علم پزشکی شاهد این هستیم که برای این بیماری در حال عرضه هست هنوز در حال مراحل امتحان شدنش هست ولی ما قبلا در واکسن های قبلی برای هر نوع بیماری ویروسی یا ویروس ضعیف شده و یا پروتئین ویروس رو به مریض ها تزریق می و این باعث واکنش ایمنی در بدن بیمار می ولیکن ولی کن در بدن افراد حالا نه بیمار می شد ولی کن در نوع واکسن جدید یک کد بی... کد به قول من ساخت پروتئین رو یعنی هیچ پروتئینی در کار نیست فقط اون کد رو به مریض ها تزریق میکنند و این الان در مرحله تحقیقات نهایی است احتمالا من فکر میکنم در تابستان این واکسن قابل دسترس باشه و چون که برای در... هم. بله با توجه به اینکه مکانیزم ساخت این واکسن با واکسن های قبلی متفاوت هست و فقط به صورت کد هست به صورت آر ای هست اینها هست این واکسن قابلیت اینو داره که در مقال... موارد بسیار بالا تولید بشه و اگر که این به مرحله از, از سطح های ایمنی و تحقیقاتی بگذره میشون رو در مقادیر بسیار بالا ت... تولید کرد هیچ محدودیتی نباید داشته باشه این نوع جدیدی از تولید واکسن هست با موارد قبلی بسیار متفاوت هست به مردم اشاره کردید این که اونها هم باید شیوه تعامل با بحران های اینچنینی رو عوض بکنن جدی تر بگیرن موضوع سفر به شمال و سایر شهرهای دیگه یه کمی عجیب بود اخباری که در این باره شنیده میشد اما خب به حال محدودیت هم هست دیگه افرادی هستن که در خونه مدت هاست که الان سعی میکنن که بیرون نرن یا به نوعی قرنطینه کردن. خودشون تصمیم گرفتن که این کار بکنن حالا برای تهیه مایحتاجشون مثلا اگر قرار باشه که بیرون برن قرار باشه که توی جمعی بیش از چند نفر حضور پیدا بکنن مجبور باشن چون این بکنن چه راه حل هایی هست خدمتتون عرض کنم که خب ما میدونیم که این مسئله ویروس خب یه مسئله بحرانی است ما بایستی راهکارهای انتخاب بکنیم این راهکارها بر اساس همون دو... قضیه قدیم ایرانی است دانش و خرد ما بایستی بر اون حالت این کار رو بکنیم به طور مثال اگر چند خانواده که دارن هم زندگی میکنن میتونن یک فرد جوان و سالمی رو که خطر ابتلا به بیماری درش کم هست و یا بیماری زمینه ایران نداره مسئول خرید بکنن و این آدم خب این چیزیست که در محل های مختلف میشه انجام بشه و ضمن اون که ما وقتی که به مسافرت میریم به دیدن اقوام پدر و مادرامو میریم تو این چنین شرایطی بایستی بدونیم که ما ممکنه برای پدر و مادرهامون بیماری رو ببریم چون بسیاری از ماها که سنین جوانتری داریم ممکن هست که ناقل و حامل ویروس باشیم بدون اینکه علائمی داشته باشیم و وقتی به دیدن اونها میریم میتونیم فلواقع ویروس رو به خانه پدر یا مادری ببریم که چند بیماری زمینه‌ای داره و با جالشون بازی کنیم گفتگو میکردم اینجا در استودیو با دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه ICU درباره تازه ترین خبرهای مربوط به کرونا در نقاط مختلف جهان اما به افغانستان بریم دیروز در نخستین جلسه شورای امنیت ملی دولت جدید افغانستان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری از وزارت صحت عامه یعنی همون وزارت بهداشت خواسته تا زمینه ارائه خدمات بهداشتی و تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا را در مرزهای افغانستان به خصوص در مرز این کشور با ایران تقویت کند آقای قنی همچنین از ادارات مرتبط خواسته که کار بیشتری در زمینه آگاهی رسانی درباره این بیماری انجام دهند ریاست صحت بهداشت ریاست صحت یا ریاست مرکز بهداشت ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران پیشتر گفته بود خطر شیوع کرونا در افغانستان بسیار جدی است عبدالحکیم تمنا از واکنش مردم که این بیماری را جدی نگرفتند ابراز نارضایتی کرده بود همکارم روین رهنوش از دفتر BBC در کابل همین حالا روی خط با ماست ما تا بیشتر در این باره گفتگو کنیم روی این صبحت بخیر از آخرین آمار مبتلایان و همینطور خبرهای مربوط به کرونا در افغانستان برامون بگو بله دیروز نشست شورای امنیت ملی برگزار شده بود و ریاست محمد اشرف خانی رئیس جمهوری و میشه گفت با توجه به موجودیت تهدیدها و نگرانی های امنیتی و بحث جنجال‌های های سیاسی مهمترین موضوعی که دیروز در با توجه به که دولت نشر کرده مهمترین موضوعی که در این جلسه مطرح شده بحث کرونا بوده که در این جلسه رئیس جمهوری افغانستان بیشتر تاکید کرده که باید تدابیر در بیمارستان ها در کشور و همینطور در تجهیزات تشخیصی ویروس و تدابیر در مرزهای افغانستان به مرز با مرزهای که با ایران هست باید بیشتر شود و همینطور موضوع مهم دیگری که محمد اشرف غنی تاکید کرده این بوده که باید مردم از اشتراک در تجمعات و های عمومی خودداری بکنن و گفته که باید که مراسم نوروز که یکی از مهمترین مراسم البته که در, خیلی از ولایت ها و ویژه مزار با حضور گسترده مردم و با شکوه برگزار میشه گفته که باید که خودداری کنند و امسال مراسم نوروز برگزار نشه همینطور تا به حال هفت مورد در افغانستان ویروس کرونا تثبیت شده که از این جمله پنج مورد در هرات ولایت هرات در همسایگی ایران هست و دو مورد هم در ولایت سمنگان که اونها هم گفته شده که از از ایران آمده بودند بله. اشاره کردی به اون تدابیری که در پایتخت اندیشیده شده اما این تدابیر آیا در نقاطی که ویروس کرونا در اون تثبیت شده مبتلایان در اون دیگه ثابت شده که وجود دارن آیا این امکانات اونجا هم وجود داره و این تدابیر اونجا هم جدی اندیشیده میشه برای جلوگیری از گسترش ویروس ب... یک نگرانی جدی که وجود داره ای هست که با... چند قبل وزارت صحت بهداشت گفت که روزانه دو تا سه هزار شهروندان افغانستان که در ایران مهاجر هستند و دلیل نگرانی از تهدیدی کرونا به افغانستان میان حالا نگرانی اصلی ای هست که وقتی که اونا میان ممکن یک تعدادشان آلوده باشند که بعد تشخیص نشه و برن ای ویروس شیوی بیشتر پیدا بکنه در افغانستان در حال حاضر بیشتر تمرکز روی ولایت های غربی افغانستان در مرز با ایران و همینطور یکی از ولایت های شمالی افغانستان که دو مورد ویروس کرونا در او تثبیت شده هست در ولایت سمنگان دو ولسوالی که دو بیمار کرونا تثبیت شده در حال حاضر گفته شده که قرنطینه شدند و همینطور ده خانواده که به نوع با ای بیماران در ارتباط بودند اونا هم قرنطینه خانوادگی شدند تجمعات عمومی در کل در اونجا محدود شده در ولایت فرا در غرب افغانستان و همینطور در همسایگی با ایران هم در کل تجمعات عمومی را محدود کردند و دانشگاه ها را در کل رخصت کردند فعالیت های مشترکی مشترک که بوده اونا را هم بسته کردند و تدابیر بیشتری گرفتند کمیته را ایجاد کردند به خاطر ضد افونی سازی و دواپاشی و اینا و همینطور قبلا این تدابیر در ولایت هرات هم گرفته شده بود ممنونم از تو روی این روین رهنوش خبرنگار بی بی سی در دفتر کابل از افغانستان با ما همینطور ممنونم از شما که در فیسبوک فیسبوک بی بی سی فارسی برنامه چشم با بامدادی رو دنبال میکنید یا از سایر گیرنده هاتون به ما پیام بدید بگید که چه فکر میکنید درباره گسترش این ویروس در خبرها داشتیم که در آمریکا تام هنکس و همسرش تام هنکس از بازیگران سرشناس هالیوود دچار ویروس کرونا شدن نگرانی از گسترش این ویروس باعث شده که مسابقات حرفه بسکتبال آمریکا NBA ام هم فعلا لقب بشه دونالد ترامپ تصمیم گرفته که همه پروازها از سمت اروپا به آمریکا به مدت یک ماه لغو بشه اینها به نظر شما آیا کارساز خواهد بود در ایران و افغانستان چطور چطور میشه مانع گسترش بیشتر این ویروس شد بی بی سی شما در تلگرام پای پخش زنده برنامه در فیسبوک منتظر نظراتتون هست دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی, بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار سد و دوازده بیست و دو بیست و دو اینکه چه کسی باید رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ایران باشد هم این روزها موضوع داغی شده که حالا جدا جدای از درگیری با خود این ویروس این موضوع هم بسیاری نقل محافل شده بشنویم از فرشته قاضی روزنامه نگار در آتلانتای آمریکا که نگاهی کرده به روزنامه های صبح تهران ببینیم در این باره چه نوشته بررسی روزنامه های امروز تهران را شروع می با رئیس جمهور باش از وطن امروز اختیاراتی که نیست از اعتماد قانون اساسی و وظایف دولت در شرایط بحرانی از جهان صنعت و در نهایت هم سختترین دوران اقتصادی دوران تاریخ معاصر از آرمان ملی توصیه ای که پیشتر از جانب نایب رئیس مجلس مطرح شده بود رئیس جمهور مسئول ستاد کرونا باشد حالا وطن امروز هم همین رو مطرح کرده خانم قاضی با چه توضیحی کلا امروز روزنامه های اصولگرا به شدت بر همین محور تاکید کردن در روزنامه وطن امروز هم از نحوه مدیریت کرونا توسط دولت به شدت انتقاد شده و این روزنامه نوشته انتقاد اصلی که به روحانی وارد میشه اینه که موضوع مقابله با کرونا رو جدی نگرفته و با تفویض اختیارات خود به وزیر بهداشت عملا از نقش در مدیریت بحران خودداری کرده روحانی هرچند اقدامات یا وظایف وزارتخانه های دولت را در سخنانش لیست کرد اما اظهاراتش توجیهی برای عدم نقش مستقیمش در مدیریت بحران نیست او به عنوان رئیس کابینه قدرت بیشتری برای هماهنگی و همافزا کردن وزارت ها داره به نوشته وطن امروز و تقلیل این نقش به وزارت بهداشت که وزیرش بیش از همه وزارت ها درگیر کارهای اجرایی در حوزه درمان پیشگیری و هماهنگی بیمارستان ها و تامین نیروی انسانی پزشکی مورد نیازه عملا سبب اخلال در مدیریت این بحران میشه در مقابل روزنامه اعتماد ظاهرا پاسخی داده به این روزنامه وطن امروز و گفته که حالا چه فرقی میکنه همینطور عبدالرضا هاشمزایی در سرمقاله اعتماد نوشته آنچه بیش از هر چیز های اهمیت اختیاراته نه اینکه چه کسی ریاست ستاد رو به عهده داره و چه کسی از این مقام بی بهرست است به نوشته آقای هاشمزایی برای روشنتر شدن مسئله کافی نگاه کنیم به دو هفته پیش و این پرسش را مطرح کنیم که چرا با قرنطینه قوم مخالفت شد چرا گیلان و دیگر استانها قرنطینه نشدند چرا وقتی صحبت از تعطیلی اماکن مذهبی مطرح شد مقابل اون دار و شفا بودن این اماکن متبرکه رو مطرح کردن و مانع از پیش گرفتن تمهیدات لازم شدن بنابراین باید کسی مسئولیت ستاد مقابل با کرونا رو بر عهده بگیره که وقتی اعلام میکنه باید قوم قرنطینه بشه بلافاصله این اتفاق و این دستور عملیاتی بشه مطلب بعدی رو از روزنامه جهان صنعت انتخاب کردید خانم قاضی رفته نگاهی انداخته به قانون اساسی و اینکه وظایف دولت در شرایط بحرانی چه هست چه جوابی داره. نعمت احمدی در سرمقاله این روزنامه همطور که گفتید اشاره کرده به قانون اساسی اصل 29 قانون اساسی و سخنان دیروز حسن روحانی و نوشته انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور امروز اعلام کنه که ما دقیقا در چه وضعی هستیم و چه اقداماتی رو خواهیم کرد دلداری دادن به مردم به معنی کتمان واقعیت نیست و امید دادن یعنی اینکه مردم از خونه های خود بیرون نیان اما ما همین میزان حمایت را از شما خواهیم داشت هیچ حرفی از فیش آب و برق و مالیات های معبقه نزد در حالی که آب و برق داشتن که وظیفه حاکمیت در شرایط بحرانی طبق اصل 29 قانون اساسی این دولتی که موظف به ارائه خدمات به تک تک مردم آقای احمدی در ادامه گفته که مدت‌ها بعد از شیوع کرونا کتمان حقیقت شد الگوهایی که دیگر کشورها برای ممانعت از گسترش کرونا داشتن رو انجام ندادیم و رئیس جمهور که باید پایه کار باشه ناراحت از اینکه چرا فلان خبرنگار گفته من رئیس جمهور رو ندیدم قطعا ما به دیدن چهره رئیس جمهور کاری نداریم به اقدامات و مسئولیتی که نسبت به آهاد ملت داره کار داریم و در پایان روزنامه آرمان ملی نگاهی انداخته به پیامدهای این بحران برای زندگی اقشار کم درآمد آرمان ملی یادداشت سعید لیلاز رو منتشر کرده که اشاره کرده به دموکراتیک عمل کردن ویروس کرونا که همه اقشار جامعه فقیر و ثروتمند رو مبتلا میکنه اما از نظر پیامدهای اقتصادی به شدت طبقاتی و علیه فقیر سری نقشار جامعه عمل میکنه آقای لیلاز نوشته شدت و جرفای بحران کرونا از نظر اقتصادی بر روی طبقات فرودست و طبقه کارگر به خصوص کارگران خیشفرما و کارگران غیر متشکل شهریه و این قشره که بیشتر ناسیب رو میبینه و انقدر زیاد فشار روی این اخشار که برای درک ابعادش نیاز به پجوهش های جدی دانشگاهیه وضعیت کنونی باید دید تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه و اگر تا نیمه اردی بهش فروکش نکنه به اعتقاد آقای لیلاز تبعات اقتصادی بسیار بدی برای ایران خواهد داشت با فرشته قاضی بودیم روزنامه‌نگار در آتلانتای آمریکا بریم سراغ چند خبر کوتاه دیگه از ایران که اونها هم اتفاقا اخباری از کرونا هم درش هست وزارت بهداشت بحرین اعلام کرده که بعد از آزمایش 165 شهروند این کشور که با یک پرواز از ایران به بحرین بازگردانده شدند مشخص شده که 77 هفت نفر از آنها مبتلا به ویروس کرونا هستند در خبری دیگر دولت عربستان سعودی ایران را متهم کرده که به طور مستقیم مسئول شیوع ویروس کرونا در جهان است شورای وزیران عربستان در نشست خود از ایران خواستند به مسئولیت خود در جلوگیری از شیوع این ویروس عمل کند وزارت خارجه ایران از عربستان خواسته است از سیاسی کردن مسائل خودداری کند عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره وضعیت سلامتی شهروندان ایرانی در زندانهای آمریکا ابراز نگرانی کرده او گفته که ایران آمادگی آن را دارد که این گروگانها را که به گفته ای او بدون هیچ دلیل محکم پسندی در آمریکا هستند به کشور بازگرداند و آنطور که سازمان سنجش آموزش گفته حسینی توکلی معروف به پدر کنکور ایران بعد از حدود نیم قرن اشتغال در این سازمان بازنشسته شده آقای توکلی از سال 1347 فعالیت خود را در سازمان سنجش آموزش شروع کرد. چهره یو برای چند نسل در ایران یادآور کنکور است. ممنون که تا اینجا برنامه ما رو همراهی کردید نگاهی داشته باشیم خیلی سریع به خلاصه مهمترین خبرهای روز ساعتی پیش دونالد ترامپ اعلام کرده که برای جلوگیری از ورود موارد جدید ویروس کرونا به آمریکا تمام سفرها از اروپا به آمریکا از نیمه شب فردا به مدت یک ماه متوقف خواهد شد این من شامل حال بریتانیا نمی شود و بر اساس تصمیم جدید رئیس جمهوری آمریکا فقط شهروندان آمریکایی که برای کرونا به دقت آزمایش شدند اجازه ورود به خاک ایالات متحده را خواهند داشت در ایتالیا دویس نفر دیگر دیروز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند دولت دستور داده از آغاز روز پنجشنبه یعنی همین ساعاتی پیش شدیدترین محدودیت ها در سطح شهرها اعمال شود همه مغازه ها بارها رستوران ها از این پس تعطیل و تنها مغازه های تهیه مایحتاج ضروری مانند غذا و دارو مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود بیش از دوازده هزار نفر در ایتالیا به این ویروس مبتلا شدند و 800 نفر هم تا کنون فوت کردن در ادامه برنامه اگر با ما باشید خبرها رو پی میگیریم خبری که همین ساعتی پیش منتشر شد و بسیاری رو نگران کرد. این حمله راکتی که صورت گرفته به یک پایگاه نیروهای اطلاف در عراق و دو آمریکایی کشته شدن گزارشی در این باره خواهیم داشت و سایر موضوعات در پایان هم شاهد عینی این هفته در این برنامه همراه با کلر بوز به سال 2000 می رویم زمانی که اتحادیه اروپا فروش بنزین سربدار را در تمام کشورهای عضو ممنوع کرد. شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید که از لندن پخش می شود. ارتش آمریکا در بیانیه گفته که سه پرسنل اطلاف ضد داعش در عراق در حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در شمال بغداد کشته شدند بر اساس این بیانیه دوازده پرسنل دیگر هم مجروح شدند اطلاف و نیروهای امنیتی عراق تحقیقات بر روی این حمله را آغاز کردند خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که با اعتصاب این حمله در سه ماه گذشته 22 حمله علیه منافع نظامی در عراق انجام شده سینا علی نژاد گزارش میدهد ارتش آمریکا گفت که حدود 18 موشک 107 میلیمتری از نوع کاتیوشا به پایگاه تاجی در شمال بغداد اصابت کرده. بر اساس این بیانیه نیروهای عراقی یک سکوی پرتاب نقلیه چنین موشکهایی را در چندین کیلومتری پایگاه کشف کردند. منابع آگاه در ارتش آمریکا به رسانه‌ها گفتند که دو آمریکایی شامل یک سرباز به یک پیمانکار و همچنین یک سرباز بریتانیایی در این حمله کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا هم در بیانیه تایید کرد که از وقوع چنین حادثه‌ای آگاه است. و تحقیقات در باریان را شروع کرده گزارش می‌شود که این 22 دومین حمله از اواخر ماه اکتبر تا کنون علیه منافع نظامی آمریکا در عراق است آمریکا گروه‌های شبه نظامی متحد ایران را مسئول این گونه حملات می‌داند با این حال مقام‌هایی که نامشان فاش نشد گفتند که هنوز نمی‌توانند حملی تازه را به گروه مشخصی نسبت دهند رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای حمله به پایگاه تاجی را محکوم کرده و آن را تعرضی دانسته که امنیت عراق را هدف می‌گیرد ساعتی بعد گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گزارش داد که مواضع گروههای موسوم به بسیج مردمی عراق در آن سوی مرز این کشور در سوریه بمباران شدند. بر اساس این گزارش به نظر میرسد سه جنگندی متعلق به اطلاف تحت رهبری آمریکا مواضع این گروهها را بمباران کردند رامی عبدالرحمن مدیر این گروه گفت که حداقل 18 جنگجوی عراقی در جریان بمباران نقطه‌ای در نزدیکی الب و کمال کشته شدند این حملات نزدیک به ده هفته بعد از آن روی میدهد که آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در بغداد هدف گرفت ایران در واکنش به آن حمله پایگاه عین عراق را موشک باران کرد که هرچند کسی در آن کشته نشد اما بیش از 100 سرباز آمریکایی به دلیل موج انفجار دچار ضربات خفیف مغزی شدند آمریکا در رأس اطلافی بینالمللی برای مقابله با گروه دولت اسلامی داعش در عراق حضور دارد سینا علی نجات گزارش میداد درست در ساعتی که اخبار برخورد راکت به پایگاه نظامی در عراق منتشر شد مجلس نمایندگان آمریکا نسخه نهایی طرحی را تصویب کرده که دولت دونالد ترامپ را موظف می کند برای حمله نظامی به ایران از کنگره آمریکا اجازه بگیرد آقای ترامپ گفته این طرح را وتو می کند بهمن کلباسی گزارش میدهد. طرحی که در پی افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا با هدف بستن دست دونالد ترامپ در صورت تصمیم به یک حمله نظامی به ایران در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا مطرح شده بود با 227 رای در برابر 186 رای تصویب شد این طرح در مجلس سنا هم با پیوستن 8 سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها 55 رای مثبت در برابر 45 رای منفی آورده بود در متن تصویب شده آمده است رئیس جمهوری آمریکا اجازه حمله نظامی به ایران بدون موافقت کنگره آمریکا یعنی اکثریت هر دو مجلس سنا و نمایندگان را ندارد این محدودیت البته شامل واکنش دفاعی یا برخورد نظامی در پاسخ به یک حمله از سوی ایران نمی شود مصوبه اصر چهارشنبه برای قانون شدن باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد آقای ترامپ اما گفته آن را برعکس وتو خواهد کرد فقط در صورتی وتوی رئیس جمهوری بی اثر می شود که دو سوم مجلس نمایندگان و سنا به این طرح رای دهند که چنین حمایتی وجود ندارد این رای گیری در مجلس نمایندگان در حالی انجام شد که گزارش برخورد 18 راکت کاتیوشا به یک پایگاه نظامی نیروهای اعتلاف کشورهای غربی در شمال بغداد که سبب مرگ دو سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی شد در صدر اخبار قرار گرفت. مقام های نظامی آمریکا گفتند دوازده نفر دیگر از پرسنل نظامی هم در این حمله زخمی شدند. ساعتی بعد هم تصاویری در شبکه های اجتماعی از حمله متقابل جنگنده های احتمالا آمریکایی به مواضع آنچه شبه نظامیان نزدیک به ایران در سوریه خواندند منتشر شد. شعلور شدن دوباره آتش زیر خاکستر رویارویی ایران و آمریکا در پی ادامه تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن به تهران و نبود یک راه حل دیپلماتیک بهمن کلباسی گزارش میداد بار دیگر به با افغانستان بریم نوبت رسیده به نخستین برنامه از رشته گزارش های ویژه بی بی درباره نقش زنان در نقاشی در هرات در غرب افغانستان هرات از گذشته دور تا کنون از مراکز مهم نقاشی در منطقه بوده اما همیشه درخشش مردان در این رشته هنری مشهود بوده حالا خبرنگار ما محمد قاضی زاده به دیدار زنی رفته که تمایل شدید به هنر اسلامی و مینیاتور سنتی هرات دارد این گزارشگران سازمان ملل گزارششون رو دیروز در ما از چهره را نوریه عدل از استادان فاکلته هنرهای زیبا در کارگاهش مشغول نقاشی چهره یک زن است او همزمان با نقاشی روش کارش را نیز به شاگردانش یاد میدهد خود نگین نگی اینا که و اصیل و هم نشان از اینات شده و تصویران یکی از معروفترین کارهای خانم عدل در زمینه مینیاتور تابلو است که در کارگاهش گذاشته شده این تابلو دو زن شرقی و غربی را در دو چوکات جداگانه و کنار هم به تصویر کشیده زن شرقی در زمینه آبی که از رنگهای اصلی مینیاتور هرات است به تصویر کشیده شده او پیراهن دراز پوشیده شال بر سر و کتاب در دست دارد قدمش را از چوکات دروازه بیرون نهاده زن غربی اما در زمینه با رنگ سرخ پیراهن کوتاه، سر برهنه و در حال رقص به تصویر کشیده شده است. هر بیننده ممکن است برداشت خودش را داشته باشد، اما هدف خانم عدل از این کار چیست؟ اینا نشون میده که خانم غربی اصلا تبعیض مذهبی و نژادی نداره همگام هر دو نفر خود هم میتونن که به موضوع سمت که اینا هدف دارن فعالیت داشته باشن و همچنان خانم شرقی ده کار کردن که چوکات کار شده که پای از قسمت چوکات بیرون شده یعنی هیچ محدودیت هیچ چوکات نمیتونم مانع تحرک یا فعالیت باشه همچنان کتاب به دست ازی هست یعنی مانع پوشش اسلوبی از این مانع تحرک یا فعالیت هزی یعنی مفکوری از این ذهن از این کتاب از نمیشه به نظر میرسد که چون منیاتور خود در اصل هنر است با رنگ و جوهر ارفانی زنانه که گرایش های سنتی و مذهبی دارند بیشتر در این نرسه دست باز دارند اینا شاله ای هم تاجه که مربوط به زیورالات میشه این هم گفتم. خانم عدل علاقمند هنر سنتی مینیاتور است اما او میگوید که از یک سو استفاده از است تزئینات ظریف را برای افزایش زیبایی تابلوها فراموش نمی کند از سوی دیگر پیامها و اندیشه های نو هم دارد تصاویر که با خود من کار کردیم، ای گرایش ما اصلا جمع اجباری نبوده و خود ما زوق علاقه که داشتیم با می پوشش اسلامی و دین مقدس اسلام هینا با خاطر تصاویر و پیام هم همیشه به خانم ها بیشتر بوده و خانم ها رو بیشتر به تصویر کشته ولی کوشش کردیم که اون زرافت ها و زیبایی ها از اونا را توسط تزینات و توسط پوشش اسلامی رو به نمایش بسته محمد قاضی زاده گزارش میداد این یک سری رشته گزارش هست که فردا قسمت دوم پس فردا قسمت سومش رو خواهید شنید بریم سراغ پیام هایی که برامون فرستادید از فیسبوک شروع کنم تا جایی که وقت بشه پیام ها رو خواهم خون جواد گفته افغانستان خیلی ظاهرا بی خیاله اگه اینطوری پیش بره باید منتظر یه فاجعه بزرگ باشیم از نظر امکانات که خیلی ضعیفیم فقط خدا رحم کنه به حال ملت افغانستان علی گفته هم دولت و هم مردم برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا مسئولیت دارن وظیفه مردم موندن در خانه است تو این شرایط و وظیفه دولت تأمین مایحتاج ضروری زندگی مردم افشین گفته امیدوارم به زودی حال تمام بیماران در کشور بهبود پیدا کنه واکسن کرونا هم زودتر به بازار بیاد روز به روز تلفات کرونا داره بیشتر میشه و متاسفانه مردم حتی آمار دقیقی از تعداد تلفات جانباخته ها و ام، کسانی که مبتلا شدن نداره حبیب گفته موضوع کرونا رو همه باید جدی بگیرن افغانستان که بسیار آسیب پذیر مردم نباید قفلت کنن این ویروس متاسفانه کشورهای اروپایی رو هم آلوده کرده ما نگرانیم باید همه مدیریت کنن تا جان مردم حفظ بشه کاربران زیادی در تلگرام هم به ما پیام دادن علی رزا گفته که مشکل ایران اینه که جمهوری اسلامی باعث شده که هیچ کس دیگه به وظیفش در مدیریت بحران ایمانی نداشته باشه چون همه چیز در اینجا دستخوش مسائل سیاسی است کاربری به اسم ناصر گفته رعایت بهداشت فردی و عدم حضور در تجمعات توسط مردم و حمایت معیشتی دولت از قشر فقیر جامعه و رسوندن کالاهای ضروری مثل نان و غیره به خانواده ها روش های مهم پیشگیری از ویروس کرونا است که خیلی ها بیرون نرن از خونه الماس گفته ماسک گیر نمیاد مواد ضد عفونی بسیار کمیاب شده فقط دانشگاه علوم پزشکی نامه میدن و شما رو به یه جاهایی مثل مغازهای اتحادی های کالاهای پزشکی معرفی میکنند تا اونجا هم مثل سی چهر نفر دیگه تو صف باستید و بتونید بخشی از این اقلام رو تهیه بکنید و یه کاربر دیگه هم پیام داده که متاسفانه تو ایران فرهنگ درست پیشگیری از گسترش ویروس وجود نداره در دنیا همه کشورها خطر اپیدمی کرونا رو اعلام کردن و برای مقابله با اون تلاش اما به گفته او در کشور ما با کوچک نمایی ویروس و بزرگ نمایی هر حرکت مسئولین در واقع این ویروس دست کم گرفته شده حالا کار به اینجا کشیده شد بسیار سپاسگزارم با برای تمام این پیام هایی که برای ما فرستادید بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز پوریا جافره و تازه ها اخبار ورزشی امروز ما تقریبا همه اخباری که داریم تحت های ویروس کرونا است و بیماری کرونا و شیوع اون از ایران شروع میکنیم که تصمیمی که گرفته شده توسط وزارت ورزش که حالا با شایعاتی که در مورد مسئول سلطانی فر وزیر ورزش و, و ابتلا به کرونا او وجود داره از اون که بگذریم دیروز هم شنیدیم که رئیس کمیته المپیک رضا صالحی امیری هم تست کرونا و مثبت شده و الان در خونه خودش رو قرنطینه کرده تصمیم که گرفتن در مورد مسابقه های ورزشی کلیه مسابقه های ورزشی اینه که تا پایان فروردین 99 همه مسابقه ها رو تعطیل کردن تمامی رشته ها و لیگ ها رو و باشگاه های ورزشی که تو ایران هستن مکان های ورزشی همگی تا روز 15 فروردین ما اجازه فعالیت نداره خب پوریا بریم سراغ لیگ قهرمانان فوتبال در اروپا ظاهرا این بازی ها هم تحت شعاع کرونا قرار گرفته درسته بعد دیشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم تحت شعاع کرونا بود یک مسابقه پشت درهای بسته انجام شد که خودش داستان عجیبی داره در, در پاریس پاریس سن ژرمن دو بر تیم دورتموند یا دورتموند آلمان رو شکست بده در مجموع سه دو برنده شد به مرحله بعدی میره نچی بسیار مهمی بود برای تیم پاریسی مسابقه قرار بود بدون تماشاگر باشه داخل استادیوم بدون تماشاگر بود ولی که پاریسی ها بیرون استادیوم جمع شدن که خودش در نوع خودش واقعا عجیبه یعنی تمام این تمهیدات و پلیس فرانسه به کار برده بود که جمعیت زیادی کنار هم دیگه نشن و بیماری شیوع پیدا نکنه ولی که خب بیرون استادیوم جمع شدن و بعد از پیروزی پاریس سن پیروزی تیمشون رو جشن گرفتن اما یه خبر نسبتا ورزشی تر بدون کرونا این که لیورپول مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در یکی از معدود بازی‌های با چی اروپا از تیم اتلتیکو مادرید توی بازی واقعا به یاد موندنی سه دو شکست خورده از دور مسابقات کنار رفت با پوریا جافره بودیم خبرهای ورزشی امروز اینو بگم که مسابقات ام بی ای بسکتبال حرفه‌ای در آمریکا هم ظاهرا لغو شده به دلیل همین کرونا یک پیام دیگرم هم براتون بخونم از مهناز که میگه راست میگن ترکیه فعلا اصلا کرونا نداره مورد ابتلا به کرونا این هنوز 100 درصد تایید نشده البته دیروز گفته شد که یک مورد در ترکیه پیدا شده اما بسیاری در شبکه اجتماعی کاربران ترکیه گفته میشه که موارد بسیار اما دولت ترکیه اون رو اعلام نمیکنه بسیار بریم سراغ مطلب پایانی برنامه امروز شاهد عینی مطابق معمول هر پنجشنبه سلام به بخش دیگری از برنامه شاهد اینی خوش آمدید. در این برنامه همراه با کلر بوز به سال 2000 می رویم زمانی که اتحادیه اروپا فروش بنزین سربدار را در تمام کشورهای عضو ممنوع کرد این ممنوعیت با تأخیری چندین ساله بعد از ممنوع شدن این محصول در ژاپن، کانادا و آمریکا اتفاق می افتاد. که به دلیل نگرانی از تاثیران بر سلامتی کودکان انجام شده بود. ربکا کزبی در این برنامه با یکی از فعالان مخالف بنزین سربدار در بریتانیا صحبت کرده تا دلیل این تاخیر طولانی را مشخص کنید. سرب سم نیست. میزان بالایان میتواند به آسیب مغزی منجر شود و به طور خاص برای کودکان و نوزادان مضر است. در قرن بیستم سرب اغلب در لوله های آب رنگ های صنعتی و کنسروهای های غذا وجود داشت با این همه تا اواخر دهه هفته طول کشید تا برخی والدین وارد کارزار آگاهسازی درباره طبعات منفی سرب در بنزین شدند همزمان در مرکز لندن رابین راسل جونز که پزشک بود تلاش میکرد درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کند و این کار را با آزمایش میزان سرب در بدن دختر کوچکش آغاز کرد. میزان سرب در بدنش در سطحی بود که اون زمان امن و قابل قبول تصور می شد. اما بالاتر از حد متوسط بود. 23 ماکروگرم در دسی لیتر. از طرف دیگه می دونیم که مصمومیت سرب با 75 تا 80 ماکروگرم اتفاق می افته. بنابراین اینقدرها هم ایمن به نظر نمی رسید. سطح سربی که الان ایمن محسوب میشه زیر 5 مایکروگرمه. سرب به طور طبیعی در هوا، خاک و آب وجود دارد. اما در دهه 20 میلادی شکل خاصی از آن تولید می شد. وقتی که این ماده به بنزین اضافه می شد می توانست از صدا کردن موتور جلوگیری کند و باعث بهتر سوختن بنزین شود. در 1971 به بالاترین حد خودش رسید. چیزی حدود 400 هزار تن سرب با بنزین وارد چرخه زیستی شده بود. سرب از راه بنزین و دود اگزوز خودروها وارد هوا می شد. بعد مشخص شد که سطح سرب در گرینلند و آنتارکتیک هم از طریق جمع شدن ذرات سرب در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته. اما هیچکس کس نمی دانست چگونه این سربی که در هوا معلق است می تواند زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار دهد. دانشمندان متوجه افزایش سطح سرب در بدن افراد شده بودند. در بریتانیا پاتریک لادر پروفسور طب محیطی معتقد بود که بنزین نمی نمیتواند دلیل این افزایش باشد این صدای او در سال 1971 میلادی است. تصور اینه که اگر فاکتور پنج سربی رو که در خیابون ها منتشر میشه کم کنیم میزان سرب بدن هم پایین میاد. این معنیه اما دکتر رابین راسل جونز میگوید مشکل این بود که در آن زمان خودروها به شکل بی سابقه ای صرب وارد هوا میکردند این صرب روی محصولات کشاورزی و خاک مینشست و راهش را به زنجیره غذایی ها باز میکرد و مشکل اصلی ورود صرب به ریه نبود دکتر جونز که نارضایتیش از بض رو به افزایش بود مقاله‌ای در روزنامه تایمز منتشر کرد مقاله‌ای که آن زمان مورد توجه یک فرد ثروتمند و میلیونر قرار گرفت او پیشنهاد کرد که بودجه لازم را برای کارزاری علیه صرب بپردازد سلام یک کارزار بزرگ برای ممنوعیت سرب در بنزین امروز آغاز به کار کرده اسم این کارزار کیر یا کارزار برای هوایی بدون سرب است free, free, با بالا گرفتن فعالیت این کارزار صنعت نفت و بنزین بنا به اعتراض گذاشت اسوشیتد آکتل که تولید کننده سرب برای بنزین بود اعلام کرد محصولش دلیل آسیب مغزی در کودکان نیست But I do the من مخالف این هستم که محصولات ما باعث آسیب ذهنی نسل های آینده میشه اصلا این استدلال رو نمیپذیرم <applause> تمام بخش های صنعتی که در تولید این محصول نقش داشتند، محاسبه کردند که حذف صبح از بنزین چقدر برایشان تمام خواهد شد در و زمان شرکت های نفتی اعلام کردند 600 میلیون دلار در سال هزینه چنین کاری خواهد بود اما شواهد علیه سرب هم در حال افزایش بود. تحقیقات نشان میداد سطح سرب آن زمان ده هزار بار بیشتر از میزانی است که در اسکلت های پیش از دوران صنعتی ردیابی شده. در آمریکا محققان با آزمایش رفتار کودکان را بعد از قرار گرفتن در معرض سرب بررسی کردند. نتیجه این بود که کودکانی که در معرض میزان بالایی از سرب قرار گرفتند مشکل تمرکز دارند و از سطح هوشی پایینتری برخوردارند. کودکان مناطق شهری سطح سربی پنج برابر کودکانی داشتند که در مناطق روستایی یا هومه شهرها زندگی می کردند. در بریتانیا دکتر جونز نتیجه این تحقیقات را در اختیار رسانه های بریتانیا گذاشت. These این کودکان معمولا تمرکز کمتری دارند آشفتگی های هیجانی یا تکانشگری دارند به سادگی از کوره در می‌رند. اغلب میتونند عمل های ساده را دنبال کنند اما اجرای دستورالعمل های پیچیده براشون دشواره این البته دقیقا همون ویژگی هست که امروز هم میشه در مناطق محروم شهری دید کارزار هوای بدون سرب های را حاوی تازه ترین تحقیقات مستقیما برای اعضای پارلمان بریتانیا فرستاد. کنفرانس نیز با شرکت چهره های شاخص علم پزشکی ترتیب داد. به تدریج موضع رسمی چند متخصص بانفوز در این زمینه شروع به تغییر کرد. دولت تحت فشار فزاینده قرار گرفته تا استفاده از سرب در بنزین را ممنوع کند. نامهای به قدم مشاور ارشد پزشکی دولت در روزهای گذشته به دست رسانه ها افتاده. در این نامه آمده که به احتمال بسیار زیاد سرب موجود در بنزین سطح هوشی کودکان را به شکل غیرقابل بازگشتی کاهش می‌دهد. مثل بوم صدا کرد سراغ <تصفح> سردبیر <تصفح> تایمز رفتیم و اون نامه را در صفحه اول روزنامه منتشر کرد بعد از این بود که همه چیز تغییر کرد اما دولت اعلام کرد ممنوعیت به این زودی ها اجرایی نمی شود تصمیم برای از میان بردن مرحله سرب در بنزین در بریتانیا در سال 1983 میلادی گرفته شد اما ارائه بنزین بدون سرب در پمپ بنزین ها کافی نبود مردم می‌خواستن مطمئن شوند که این بنزین به خودروهایشان آسیبی نمیزند. پنج سال بعد از اعلام این تصمیم دکتر جونز کارزارش را دوباره شروع کرد. در خره در سال 1989 مالیاتی بر بنزین سربدار وز کردند و بنزین بدون سرب ارزانتر شد. ظرف شش سال سطح سرب در بدن کودکان مدارس بریتانیا 80 درصد کاهش پیدا کرد. از آن زمان تحقیقات بیشتری نشان داده که سرب چه تاثیر مخربی بر سلامتی انسان دارد. در سال 2011 سازمان ملل متحد اعلام کرد حذف سرب از بنزین باعث صرف جویی نزدیک به 2.5 تریلیون دلار در سال از طریق کم شدن هزینه های درمانی و اجتماعی دیگر شده. دکتر رابین راسل جونز به کارزار خود برای هوای پاک ادامه می‌دهد. شاید اینی بود در پایین برنامه چشم اندازه بامدادی امروز من ناصر مدنی هستم به اتفاق تهیه کننده برنامه امروز محمد صباحی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم اگر اینجا ما رو ترک میکنید اگر با ما باشید رأس ساعت 8 صبح تهران برمیگردیم با مجموعی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان اگر ما رو ترک میکنید ایام بکام